Nous sommes très heureux de signer ce contrat avec vous pour recevoir cette invention extraordinaire. جناب لوریان احساسشون رو در مورد قرارداد میگن از اینکه امتیاز این اختراع رو به دست آوردن بسیار خوشحالم. Nous allons signer le contrat le même jour de la naissance de ma fille. Ça va être un porte-bonheur. ایشون میگن که همزمانی این قرارداد با تولد بچه‌م رو یعنی دخترشون رو به فال نیک میگیرن. بهشون بگی ایشالله عروسیش. به دکتر اتره کنترون. آه. مرسی. آیهو. وی. نان. اتندی موان. جو رویم. دکتر جان من صمیمانه بهتون تبریک میگم. به عنوان یه ایرانی واقعا برای من افتخارآمیزه. به شما هم تبریک میگم جیمی جان. خب باقری جان حالا که همه چی به خیر گذشت مایه رو بیا بالا. اگر منظورتون از مایه پودر پود دست شماست. پوست که اینجاست. منظور آقای دکتر پوله. بله. قرار بر این شد که 500 هزار یورو به عنوان پیش پرداخت ما تقدیم حضورتون کنیم. بعد وقتی که جناب دکتر در آزمایشگاه فرمول و نحوه فناوریش رو به متخصصین ما آموزش دادن بقیه پول رو تقدیم حضورتون کنیم و باقی مونده پود رو هم به عنوان ضمانت ازتون تحویل میگیریم. مشکلی هست؟ نه چه مشکلی هست؟ این پول رو به صورت کش تحویل ما میدین، نقد میدین دیگه. من منظورتون نمیفهمم یعنی چی؟ منظورش اینه که این یه سامسونیت اینجوری تو همین مایه ها این مشکی ها هستش که چیک چیک باز میشه اینجوری بازش میکنید ردیف ردیف دلار یورو چیده شده یه دونه از اونا برمی داری میاری میذاری اینجا دیگه. دکتر شما خیلی بامزه. چیش بامزه است؟ من جدی دارم میگم. این شیوهی که منظور نظر شماست توی فیلم هاست بیزنس ما اینجوری نیست. خب ما دوست داریم این فیلم ها با معامله کنیم. بله. جیمی جان متوجه منظور دکتر نمیشم. من شما بهشون توضیح بدید که حجم 500 هزار یورو چقدره. خب چرا ترابل چک نمیدیم بهم؟ خدمتون عرض کنم که شیوهی که در ایران مرسومه با پول نقد معامله میکنن اینجا مرسوم نیست. بالاخره چجوری میخواییم پول به ما بدیم؟ بله شما یه شماره حساب به ما اعلام میکنید ما پول به حسابتون واریز میکنیم. شماره حساب؟ بله شماره حساب. آره دیگه شماره حساب. خب با اجازتون چون شما پاسخ خبرنگار رو ندادین من برم به جای شما. با اجازتون. خواهش. بدبخت شدیم قولم. یعنی چرا چیکار باید بکنیم؟ میگه پولو بریزیم به این شماره حساب. خب بریم یه حساب باز کنیم. چیه؟ به حساب کی بریزیم حالا؟ چه میدونم؟ بابا این همه رفیق مفیق میگفتی دارم جنس میفوختی بهشون یکدوم حساب ندارم بریزیم تو حسابش؟ رد کردی قشنگا واسه 500 یورو آدم میکشن اینا. 500 هزار یورو بریزیم تو حساب یه ساقی تز میدی باز جا کنیم بریزیم حساب عمه من. کسی کاری هم نداریم اینجا. آخ چرا میشنستم یکیو کیو؟ همون پیرزنه اون دختره که تو فرودگاه باشون آشنا شدن. مگه میشناسیشون؟ وارد یه تو پرواز باشاش نشدن میگی واسه دو ساعت که با یارو تو پرواز بودی فکر میکنی یارو هم حسابیه؟ 500 هزار یورو پول بی زبونه میخوای بریزی به حساب یکی پس فردا بریم سراغش بگه آناناس پولم برداری بزنی به چاک. پول برداری زد به چاک ما گروگانگیری میکنیم دیجوری چی میگیم دخترتو بیار پولو بگیر. پولو بیار دخترتو بگیر هم داری شما رو شد. آره بگیرش. ماهی آقای دکترم میخوام شما صحبت کنم. بابا زبون نفهمه اصلا من دکتره اینجا زبونشون نفهمم زبون نفهم ها اصلا افاقه نکرد بگو قرصی که دادی باید برزیم تو توالت قربون دکتره خودمون خودم بهش حرف بزن. ماهی چند دکتر فرانسویه نیست دکتر افشار جمع هستن همین که تو پرواز با هاتون بودن. ایوا گوشیر بد من. الو سلام دانشمند سلام بگی نسوزه احوال شما
وای به خدا زحمت من افتاد رو دوش شما. به جان ماه طلعت خجالت میکشم، حلالم کنید. جان ماهی بگید حلال میکنید، فداتون بشم. داشتم همین چند روز پیش ذکر خیریتون بود برویا جان، همین دخترم که اومده بود فرودگاه. بله بله، گفتم باید این دکتر نازنین، این دانشمند رو خونمون شام دعوت بکنید. مزاحم نمیشی، فقط میخواستم من راجع به یه مشکلی داشتم. من دکتر عاشق مرامت شدم، مثل این بچه های در مستورا مهربون خاکی. واقعا من خوشحالم که با شما آشنا شدم. گفتم این دکتر شفاجم واقعا جان، افشارجم شفی جم. افشارجم رفت افشار جم بابا، همون که میگم بله. گفتم واقعا شما رو دعوت کنه، با شما از نزدیک آشنا بشه. شما اصلا مثل این دکترهای خارج نیستین که از خورتون فیل افتادن فیس چر. بله من بله. برش مرد سونوگرافی جون شما، میدم اصلا هیچیش نبود. بله هیچی، گلاب به جمال تو فقط چند تا باد گلو میزدم. ماهی زشته. گفتم آروخ، گفتم باد گلو، من نمیدونم مال آبشه، هواشه، چربی غذا هاشه. بذار اونم حرف بزنه مادر من. بذار اونم حرف بزنه ما. ای بو شرمنده، شما صحبت کنید، من مستمع. بله میخواستم بگم که ما یه مشکلی داشتیم، میخواستیم یه قرار بذاریم ببینیم اتون. قرار؟ قراری که نه، در واقع میخواستیم که یه جوری ببینم اتون، یه جوری ببینم اتون، مشکلی داشتیم بهتون بگم. قدم شما سر چش بیاری. یه قرمه سبزی پختم، یعنی رویا جان پختن، که به خدا تشریف بیارین بخورین. حالا اگه من بخوام تعریف کنم میگن دخترش تعریف کرد. چه قرار میذاری واسه خودت؟ من باید برم. میگم یه قرمه سبزی دارن اینا، بیارین بخورین، بزنین قرمه رو بعد بریم بشین. داش من یه رستورانی مثلا چیزی قرمه سبزی، قرمه سبزی چی بخورم؟ سبزی حال میده. نه بابا جون. الو، میخوای یه رستورانی جای قرار بزنین بریم بیرون؟ بیرون؟ چه خوب. یه هوایی هم به کلمون میخوره. من کلاس دارم. رویا جان میگن یه جای با کلاسی سراغ دارن. شما چی که ما رو اشتباه گرفتی؟ من باید برم، دارم میرم. کدوم گوری؟ با من بودیم آقای خانوم. بسه درد نکنه مامان. بله من اصحای عدب نمی کنم قربون تو. گفتی کجا؟ حافظ، همون شاعره دیگه، شعر میگفتی. چی جاله؟ حافظ؟ رویا جان رستوران حافظ میشناسی که؟ بله میشناسم، ولی باید میشناسم. برم دارم. رویا جان میگن اگه ماشین نداری بیان دنبال تو. نه ما میایم خودمون میایم. دست فرمون شب این دست بختش فوق‌العاده است. نه خودمون میایم. گوشی خودمون میریم. خودمون میایم، خودمون میایم. من مصدی اوقاتتون نمیشم. قربونتون برم. خدا نگهدار، پس میبینم. خداحافظ شما، خداحافظ. چرتکی میکنی؟ الان چه حرفی بود؟ ولی چه قراری؟ من دانشگاه دارم. خودم نما داد. ای خدا من نکش. اگه یه روز دانشگاه نری آسمون بزنی میاد. این آقای دکتر با شما قرار گذاشته، با من که قرار نذاشته. وای مادر، تو کشور غریب واسه من حرف در نیاد. ایشون میخواد شما رو ملاقات کنه، بنده خدا منم دعوت کرده. منم قصد ازدواج ندارم. ازدواج قصد نمیخواد مادر جون، خواستگار میخواد. خیلی ممنون از لطفتون، فعلا دانشگاه دارم. فدای تو بشم، واسه ببینم خود دکتر سراغ داری؟ ای بابا ماهی جان، مثل که اصلا متوجه نیستی ها. من دیگه اصلا من نمیخوام ازدواج کنم، تو میگه یه دکتر دیگه. وای مادر فدات بشم، من میخوام دو خط بنویسه غیبتت رو موجه بکنم. اگر این بنده خدا خودش دکتر دانشمندم هست. فردا که تعطیله، ولی فکر کنم پس فردا تیتر یک روزنامه اختراع دکتر جان باشه. آره رقبا هم که دیگه حسابی حالشون بد میشه. ژاکلین بابت عقد قرارداد بهتون تبریک گفت. بفهمو ایشالا قراردادهای بهتر، عقدای بهتر. تبریک بگین خیلی بهشون. شنیدی؟ نه نگران نباش، من بهشون میگم. دکتر ژاکلین میگن که حتما باید ساعت 7 اونجا باشی، مراسم ساعت 7 شروع میشه. خب کاری نداری؟ قربانت، خداحافظ. خب شما برنامه‌تون چیه؟ ما داریم میریم وکیلای دکتر رو ببینیم، که هم قرارداد نشونشون بدیم، هم راجع به نحوه دریافت پیش پرداخت باشون مشورت کنیم. بعدم که میریم برای ژاکلین یه کادوی بگیریم و شب در خدمتتون باشیم. شما کادو چی گرفتی؟ یه موقع ما این اونو نگیری بیزایشی. باید میدونم بتونین شبیهشو پیدا کنین. من یه چیز کاملا اسپیشیال گرفتم، یک دستبنده که با طلای سفیده و بعد روش بدریان کار شده. یادت نره پیر، خب زنگی بزنی به جوال فروشیه، بهش بگی که کارو آماده کنه، میخوایم بیایم تحویلش بگیریم. میگم این پیری فارسی بلده؟ آو
ببخشید بهتون نگفته بودم. بله پیر فارسی میفهمه، منتها نمیتونه حرف بزنه. راستش بخواید من ترجیح دادم با همکارای نزدیک خودم فارسی حرف بزنم، یه دلایل امنیتی زمنان فرانسویام خود فوتبال. با اجازهتون ما همین بغل رفع زحمت و پیاده میشیم. همینجا پیاده میشیم. میری وایسا پیری ولادی اگر خیلی ممنون مرسی. ما اگه ممکنه برای شب لباس رسمی بگیرید. بله حتما مرسی. بذار خوب دور بشن بعد دنبالشون برم. چش ازشون ور نداری، گمشون نکنی. در ضمن به این جواهر فروش زنگ بزن بگو دستبند خوب بسته بندی کنه، میخوام بذارم زیر کیک. جکلین وقتی کیک رو برید چکه بشه. اتوا من با تاکسی میرم. Bonjour monsieur. Pardon, j'ai pas pu répondre avant. Il paraît que le docteur prend toujours avec lui le portable. Oui, je m'essaie de faire mon meilleur possible. Et quand je découvre quelque chose de nouveau, je t'appellerai. À bientôt. Colon, میگم بیا یه چکی سفته تزمین چیزی ازشون بگیریم. چکی چی بگیریم؟ یارو هنوز پولی نریخته تو حساب. بعد من میگم شما پول منو بخورین خوبیت هم. آقا جون من ایجنت هستم یا نیستم؟ تو کار من دخالت میکنی؟ من خواهم کار با آدم با یونوسی این کارا نکشه. آدم بابایی چیه؟ از این بعد تو کار من دخالت نمیکنی اگه ایجنت هم باش. من هندل میکنم همی چی رو دیل؟ هندلش با تو بیل. اومده باشی بکنه دیر نیومده باشی. خانم بشی بفهمین اینجا. ایوا سلام علیکم. سلام هستیو. سلام به روی ماهتون آقای دکتر. قربون شما عزیزم. آقای دکتر الان بله بله حال شما. قربون شما برم. معرفی میکنم جیمی ایجن من. چی فرمودی؟ ایجن جن ایجن مدیر برنامه شون هستم. خوشبختم میدونم شما. ماشالله شما از سای منو یاده شوهر خدا بیامرزم سلطان عبدالسقمان انداختی. خدمت شما. آی دکتر. دکتر ببخشید از طرف رویا جون تقدیم شما. قربون شما خیلی خوش اومدید. بفهم بفهم جیمی جان بفهم. ای شیطونا چی بیخ گوشم میگین؟ داشتم از شما تعریف میکردم. لطفتون کم نشه دکتر جان. به جان رویا جانم، من گفتم این دکتر فشار جان کجا رفت که اصلا دیگه پیداش نشد سراغی از ما نگیره. افشار جان بله من گفتم حتما شما رو تو فرودگاه خیلی اذیت کردم، من باید ببخشی. اصلا چرا با من تماس نگرفتی جون؟ راستش گرفتار بودم، بعد گفتم کارم سبک شه سریع تماس میگیرم که تماس گرفتم خدمتتون. شما خوبین رویا خانم؟ خیلی ممنون متشکرم. پاریس خوش میگذره؟ والا هنوز نرسیدیم بریم بگردیم. واقعیتش این درگیر لوازم آزمایشگاهی بودیم. تقصیر خودتونه دکتر. باید به من زنگ میزدید. رویا جان ماشین داره میبر شما رو پاریس میگردون. بیشترم با هم آشنا میشدید. بعد میگم با کی آشنا میشدید؟ پاریس. با پاریس بیشتر آشنا میشیم. پاریس رو بیشتر میدیدین. ولی اصلا وقتمون خیلی کمه برای آشنایی. واقعا لازم بهتر که بریم سراغ اصل مطلب. بله اصل مطلب. شما نهار چی میل دارین؟ ما سبزی پلو ماهی سفارش دادیم. اون جیمی جان بگو مینولو بیاره. دکتر جان اصالت خوشم اومد. زرق و برق خارج شما رو نگرفته. براو براو. قربون شما. البته دکتر کلن 3-4 روز تشریف آوردن پاریسا. به مدتش نیست رویا جان، اصلا به مدتش نیست. من خانواده های اصیل ایرانی رو میشناسم. کسی که وسط ناف پاریس سبزی پلو ماهی سفارش میده هویت ایرانی خودش رو بخواد حفظ کنه دست مختش حرف نداره. Unbelievable. باور نکردنیه. واقعا Unbelievable. البته من همینجوری گفتم. چه کس نفسی میفرمایید دکتر جان؟ من خانواده اصیل ایرانی رو جیمی جان میشناسم.
جینی جان، مرد ایرانی تو کره ما هم که بره، زن اصیل ایرانی دختر نجیب و شریف ایرانی رو انتخاب میکنه. بله میدونم میدونم. رویا جان پاتو از روی پای من بردار. پای من رو پای شما نیست مایه جان. مادر جان چه اشکالی داره؟ نمیشناسنت، دارم تعریف میکنم. شما نار چی میل دارید؟ پیف. چگو؟ بله من پیف سرکانوف میخورم. چارلی، سی وو پلی. چی میگفتم؟ دبستان و راهنمایی و دبیرستان رو گفتین، رسیدین دانشگاه. دانشگاه مثل شما رتبه اول شد. بورس گرفت اومد فرانسه. چی گرفت؟ بورس. رویا جان، آدم جلو دوتا غریبه. هرچند که احتمالا قرار فامیل بشیم، مادر بزرگشو خیت نمیکنه. مادر بزرگشونین؟ مادرش به رحمت خدا رفت. من این دختر رو زیر پربال خودم گرفتم. باور کنید از هیچی دریغ نکردم دکتر جان. خدا رحمتشون کنه. خدا بیامرزه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. ما جون، شما حساب بانکی هم دارین؟ من دارم. بله، دارم. جهیزیه‌ش هم کامله. یه باغ تو لواسون، یه تیک زمینم تو اشکد، میندازم پشت قبوله. ماهی جان یه لحظه اجازه بدیم ببینیم آقای دکتر چی میگه. من یه حساب بانکی دارم که ماهی جان برای من هر ماه پول واریز میکنن. البته تو وقتی که شوهر نکرده، تا بعد که آدم نمیتونه به بچه‌ش این پول بده، اونم با این دلارای گرون. بله. ماهی جان به دردتون میخوره؟ بله بله به درد میخوره. قراره که یه پولی رو با آقای دکتر پرداخت کنن، منتها ایشون اینجا که حساب بانکی ندارن. من به عنوان ایجنت و مدیر برنامه ایشون دنبال یه آدم مطمئن تو پاریس میگشتم که ایشون شما رو معرفی کردم. دکتر جان از حسن انتخابتون ممنونم. حرفای شما کاملا متینه. آدم تا به کسی اعتماد نداشته باشه نباید ازدواج کنه، نباید شما رو حساب بده، شما رو حساب بگیره. جان بعد میگم؟ نه خیر، خیلی ما طول نمیکشه. به معنی که پولو بریزن از حسابتون برداشت خواهیم کرد. بله زیاد مزاحم حسابتون نمیشین. هیچ اشکالی نداره. اختیار دارین. چه مزاحمتی؟ من خیلی خوشحال میشم یه کاری براتون انجام بدم. فقط مشکل اینجاست که من همین الان حفظ نیستم. بعدن حتما. من که حفظم. یه دو این بر، یه دو اون بر، 4 و 3 7 2 تا 5. اصلا نه، من چرا باید اصلا حفظم؟ من. اجازه بدین. این شماره حساب رویا جونه. من اصلا دیگه لازم ندارم حفظم. دستتون باشه قربونتون برم. با اجازتون ما یه تلفن بزنیم الان برمیدم. الان میام خدمتتون. برم سرد میشه غذا تا این دکتر جان باور بفرمایید اصلا امکانش نیست. اینجا کسی اینقدر پول نقد جا به جا نمیکنه، اونم این همه پول. شما حساب این بنده خدا رو برای من بفرست. من سعی میکنم تا فردا هر طور شده به حسابش واریز کنم. خواهش میکنم دکتر. ببخشید این بنده خدا ایرانیه؟ نه مرد کنجکاوی پرسیده. از شب میبینمشون. قربان شما خدا. بیه همونجا بابت حساب بانکی پیش اونم. جای دیگه رفتن به من خبر بده. چش ازشون بر ندار. باشه. در معیت شما هست کردم. اختیار داریم. به ما هم خیلی خوش گذشت. ما تو پاریس میزبان شما بودیم، شما رو خجالت دادیم والله. بابا چه ماهی جان، ما و شما نداری که. میبینی مادر میگن ما و شما نداری. ماهی. ای بابا خودشون میگن دیگه. خیلی لطف کردین، خیلی تو زحمت افتادین. پول به محض اینکه بیاد تو حساب من خبرتون میکنم. اگرم صلاح بدونین میتونم یه چک به نامتون بنویسم، خودتون تشریف ببرین. اصلا ایجنت جان مادر جان آقای دکتر چک نمیخوام. یعنی در واقع میخوام خود شما رو یعنی شما با هم دیگه میخوایم برین پولو بگیرین دیگه، مگه نه؟ بله ممکنه. خب با اجازهت ما رفع زحمت میکنیم. خیلی خوشحال شدیم. خوشحال شدیم. با اجازه قربان شما دکتر جان. حالا کجا تشریف میبرین؟ بیجه و جای بعدی نمیخوایم بریم، میخوایم بریم یه خود پاریس رو بچرخیم. ای پاریس بیا برو.
برو رویا، رویا جان ببر فارسی نشونشون بده، همه جا رو بلد به شما نشون میده. ببخشید ما امشب با آقای دکتر یه جشن تولدی دعوتیم، اگه اجازه بدی میخوام بریم براشون کادو بخریم. میخوام بریم تولد دختر یا پسر؟ دختره. بله دختر. نوزاده؟ چند وقتشه؟ حالش میشه؟ چند وقتشه؟ بله حالش میشه، 25 سالشه. چیه جان؟ دختره؟ 25 سالشه؟ چه نسبت با شما داره؟ فامیلشه بابا. بله. فامیلشه. فرانسویه اینجا زندگی. آه فرانسوی. خیلی خوب، بیاد بریم باهاش. بیاین با من، بیاین با من، من یه چیز براش میخرم. بیا. میبینم. آرام برات. روی خانم مطمئن میکنم، من یه عرض کوچیکی با آقای دکتر دارم. چیه بابا چی میگی؟ چیه بگو؟ جیمی جان یه دفعه کجا غیبتون زد؟ من مدام دنبال آقای دکتر. نظرتون در مورد این چیه؟ بله خیلی خوبه، خیلی شنگه. یه چیزای دیگه هم هست در چیزی نشونتون بدم. من آقای دکتر خیلی خوش سلیقه‌ن، یه چیز بدیم با هم بریم که چیز کنیم ببینیم. مگه دوست شما نیست؟ بله دوست منه، ولی خب دکتر خیلی سلیقه‌اش خوبه. نه من کار دارم. من یه کیف دیدم اینجا، میخوام ببینم. شما بفرمایید. دکتر کار دارن، بیاین با من. بفرمایید بفرمایید این کیف رو ببین چه جوریه. سمیناری که شما بابتش تشریف آوردین پاریس راجع به چیه؟ راستش ما یه اختراعی کردیم، اینا هم طلبه شدن، گفتن بیا راجع بهش حرف بزن. اختراعتون چیه؟ یه پوتره، یعنی پوت بچه ایمونه. اینه تو آب گلم که بریزی هم بزنی آب صاف میشه، اون آبو میتونی بخوری، کبیتم که بگیری روش میگرخه. میگرخه؟ آتیش میگیره. جالبه. بله. اون وقت شما یه همچه اختراع مهمی رو آوردیم بفروشیم به فرانسوی ها؟ خب کی بفروشیم؟ مشتری بهتر سراغ داری بگو بدیم به اونا. هنو معامله نکردیم و میتونیم دب بکنیم. نه دکتر، منظور من اینه که آخه حیفتون نمیاد؟ شما یه دانشمند ایرانی هستین، مردم خودمون که بیشتر بهش احتیاج دارن. آها شما که لالایی بلدی چرا واسه خودت نمیخونی؟ من اومدم اینجا درس بخونم آقای دکتر، دارم آموزش میبینم، بعدش هم برمیگردم میرم مملکت خودم. اصلا به نظر من هر ایرانی که میاد خارج از کشور هر چیزی که یاد میگیره باید بره تو مملکت خودش همونجا خرجش کنه. آفرین. آدم اگه دزدم که باشه باید بیاد اینجا آموزش ببینه پیش این خارجی‌ها، بعد بره تو مملکت خودش خرج کنه. چرا؟ چون اگه اونجا گیر بیافتی بندازنت هلفتونی، بالاخره یکی از آشنا بشی بیاد نجاتت بده، درت بیاره، آقات هست بیاد ملاقاتت زندان، ولی اینجا گیر بیافتی بدبختی، حداقل 10 سال رو شاخشه. من خودم یعنی رفیقم یه 10 سالی اینجا گیر افتاده بدبخت، هیچ کمی زبون مثلا نجاتش بده. میگم شما آشنا بشی نداری یه جوری ما یه کاری واسش بکنیم. شما نظر منو راجع به چیزی می‌خواستین بدونی؟ آره یک کیف اینجاست ببینیم ببین چجوری. الو بونجور، دارم لباسم رو پروف میکنم، تو کجایی؟ وای بابا میکردن دیگه. مگه اصلا داریم همچین آدمی؟ واسه خود حالا کادوی جاکینی گرفتیم، بریم واسه خودمون اون چیزا لباس رو بود گفتی کجا داره لباس زورو بپوشیم امشب. لباس زورو؟ آره دیگه خودت گفتی بریم لباس زورو بگیریم. ببنده همه تو. نه بابا واسه امشب رو نمیپوشیم، بیا بریم بهت بگم. بودو چی میپوشیم؟ بودو بجو. مسیو لوریان باکری je compte sur toi hein. Bien sûr tu survois à votre plaisir. Stephen Hawking et autres savants du monde sont parmi les invités ce soir. Ils voulaient faire connaissance avec le docteur.
Oui, compte sur moi. Monsieur Lurien, vous ne risquez pas. Mon entraîneur est arrivé. Je quitte. À bientôt.